سرخط خبرها واکنش ها به باره جهانی شعر یک فاشیست نمی تواند سرود ملی باشد. واکنش امرالله صالح به کوچی ستیزی در پنجشیر او باشان رهگیر به پنجه قانون سپرده خواهند شد و یک سالگی توافق سیاسی ارگ به قول خود پابند نبوده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. واکنش ها به باره جهانی شعر یک فاشیست نمیتواند سرود ملی باشد. به گزارش اسپوتنیک باره جهانی که در حال حاضر در امریکا به سر میبرد برای سران و سیاستمداران قوم و پشتون در افغانستان هشدار داده است که برای حمایت از نظام کنونی بسیج شوند تا جلو این توطئه گرفته شود. وزیر پیشین فرهنگ افغانستان گفته است که غربی ها پس از خروج نیروهایشان از افغانستان از احمد مسعود دشمن پشتون ها حمایت می کنند. آقای جهانی گفته است که من با حکومت کنونی سازگار نیستم، به همین خاطر از وزارت استعفا دادم. اما در شرایط کنونی و در برابر توطئه های بی‌رحمانه غرب حمایت از سیستم فعلی را به نفع کشور، مردم و ارزش ها می دانم. این گفته های او با واکنش های زیادی در رسانه های اجتماعی و همراه شده است. برخی کاربران محتوای نوشته او را به شدت نفرت انگیز و تفرق افغانانه خوانده است. در همین حال پرتو نادری شاعر و نویسنده نام‌آشنای افغانستان در واکنش به گفته های آقای جهانی گفته است هیچ وقت سروده یک فاشیست سرود ملی نمی شود. ما سرود ملی نداریم. نجیب بارور شاعر جوان افغانستان نیز در واکنش به اظهارات وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ گفته است که کسانی که اهل فن هستند به نیکویی می دانند که متن سرود ملی قبل به مراتب قوی تر و با عظمت تر از نظم بی مایه باری جهانی است. واکنش امرالله صالح به کوچی ستیزی در پنجشیر او باشان رهگیر به پنجه قانون سپرده خواهند شد. معاون نخست ریاست جمهوری تاکید دارد که فرمانده امنی پنجشیر گفته است که هیچ کاروان کوچی متوقف نشده است و ویدیوی نشر شده به خاطر جلب توجه و جلی است. موضوع پیگیری می گردد. به گزارش اسپوتنیک امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری روز سه شنبه 18 می در واکنش به ویدیوی نشر شده از سوی حمید خراسانی نگاشته است که اوباشان رهگیر به پنجه قانون سپرده خواهند شد. نگران نباشید. صدها سال است مردم پنجشیر روابط نیک و مراوده با مفهوم اقتصادی با کوچی ها دارند. معاون نخست ریاست جمهوری می افزاید که به فرمانده امنی پنجشیر هدایت دادم که هر چاجل از اقدام قانونی خیش در ارتباط به اوباشانی که تهدید به کوچی ستیزی کردن برایم اطمینان بدهد. آقای صالح تاکید دارد که فرمانده امنیت گفته است که هیچ کاروان کوچی متوقف نشده است و ویدیوی نشر شده به خاطر جلب توجه و جلی است. موضوع پیگیری می گردد. ویدیوی نشر شده شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عبدالحمید خراسانی مانی ورود کوچی ها به ولایت پنجشیر شده است. یک سالگی توافق سیاسی ارگ به قول خود پابند نبوده است. روزنامه اشت صبح توافق نامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله در 28 ثور 1399 امضا شد. اگنون که یک سال از امضای این توافق نامه می گذرد سپیدار از اجرایی نشدن برخی از مواد توافق نامه گلایمند است. منابع می گویند که بجز تشکیل جنجالی کابینه و آغاز کار شورای عالی مصالحه ملی بیشتر موارد عمده توافق نامه عملی نشده است. در این میان جنجالی شدن کرسی وزارت امور داخله و تقسیم نشدن کرسی های ولایات این روزها بیشتر به چشم می آید. شمار از اعضای مجلس نمایندگان معتقدند که ارگ به قول و قرارهایش متناسب با منافع ملی پابندی ندارد. به باور آنان شرایط در حال حاضر به گونه است که اگر ارگ نشینان حتی در قرآن نیز مهر کنند نمیتوان به تعهد آنها باور کرد. آگاهان سیاسی نیز میگویند که توافقنامه سیاسی و وعده هایی که به سپیدار داده شده بود از سوی ارگ عملی نشده است.
ارگ ریاست جمهوری هر چند توافق سیاسی را دستاورد حکومت می‌خواند، اما در مورد اینکه تا چه اندازه آن را عملی کرده است معلومات نمی‌دهد. عهد در حال بکمکاری در عملی کردن توافقنامه صلح متهم می شود که رئیس جمهور غنی در روزهای اخیر تلاش ها برای شکلگیری اجماع ملی برای صلح را بیشتر ساخته است. توافقنامه سیاسی عملی شد در اواخر ثور 1399. تلاش های میانجیگران داخلی برای حل بنبست سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشور نتیجه داد. بر اساس یک توافق زیر نام توافق سیاسی محمد اشرف غنی که در آن زمان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان رئیس جمهور اعلام شده بود، کرسی های کابینه را با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و یکی از نامزدان ریاست جمهوری تقسیم کرد. در کنار این روی دیگر موارد از جمله ایجاد شورای عالی مصالحه ملی، تقسیم برخی دیگر از کرسی ها نیز توافق شد. این توافقنامه در 28 ثور در 6 بخش نهایی و میان دو طرف امضا شد. در بخش اول توافقنامه سیاسی بر ایجاد شورای عالی دولت تاکید شده است. این شورا باید رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی را شامل می بود و مسئولیت ایجاد اجماع سیاسی را نیز بر عهده می داشت. هر چند در 9 حوت سال گذشته شمار از سیاسیون در ارگ جمع شدند و خبرهای از گشایش نشست‌های این شورا نیز نشر شد، اما تا کنون این شورا آنگونه ای که منابع در سپیدار توقع دارند شکل نگرفته است. دومین بخش توافقنامه نیز ایجاد شورای عالی مصالحه ملی است که رهبر روند ملی صلح را به عهده دارد، با آنکه آقای عبدالله تنها 2 هفته پس از امضای این توافق کارش آغاز کرد. اما نشست های کمیته رهبری این شورا در 15 قوس گشایش یافت و مجمع عمومی آن هنوز ایجاد نشده است. همچنان در حالی که شورای عالی مصالحه ملی به عنوان واحد بودجه مستقل شناخته شده بود، نمایندگان مجلس بودجه آن را تایید نکرد و این بحث سبب شد که نهاد در نهایی کردن تشکیل خود با مشکل روبرو شود. در سومین بخش توافقنامه تقدیر از رهبران قبلی روند صلح تذکر یافته است. هر چند توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار یک ساله شد، اما از عملکرد برهان الدین ربانی، صلاح الدین ربانی، سید احمد گیلانی و محمد کریم خلیلی که سابقه کار در کرسی ریاست شورای عالی صلح را داشتند و نامهایشان در این بخش درج شده بود تقدیر نشده است. در مهمترین مورد و بخش چهارم توافقنامه سیاسی بحث مشارکت در حکومت تصریح شده است. هرچند کابینه میان ارگ و سپیدار تقسیم شد، اما همکنون کرسی وزارت امور داخله جنجالی است، زیرا رئیس جمهور غنی محمد مسعود اندرابی وزیر پیشین وزارت امور داخله که از سوی آقای عبدالله معرفی شده بود برکنار کرده است. منابع در سپیدار تصریح کردند که گزینه مورد نظر عبدالله برای این وزارت نهایی است، اما ارگ با آن موافقت ندارد. حتی به گفته منابع چانزانی برای کرسی وزارت امور داخله میان اگنشنان جنجال ها و نارضایتی ها بدون بال داشته است.